تو ویدئوی قبلی سریال جنوی رو بهتون معرفی کردیم، اما این بار اومدم که یه مروری تا قسمت پنجش بکنیم و بهتون بگم ببینینش یا نه. ویدئو دو بخشه. تو بخش اول یکم دقیق‌تر با اونایی که میخوان درباره سریال بدونن و هنوز ندیدن صحبت میکنم. تو بخش دوم که همراه با اسپویل سریال رو یه مرور بررسی میکنیم. سلام دوستان، خوش اومدید به فیلمولوژی. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب چنل یادتون نره. اگه نوتیفم بزنین جز اولین نفرایی میشین که از ویدیومون باخبر میشن و تو چنل با هم همراه میشین و خوش میگذرونیم. سریال سه قسمت اولش با هم اومد، قسمت چهارمش و قسمت پنجمش هم هفته بعد ترش اومدن. تو قسمت قبلی یکم درباره فضاش صحبت کردیم، گفتم که به اندازه The Boys نه، اما سریال خوبیه برای کسایی که دبویز رو دیدن و پسندیدن. الانم میگم که دلیل این که به اندازه دبویز نه اینه که خب اینجا یه کالجه و بچه‌ها تو مسیر یادگیری و تلاش و رقابتن تا بتونن برسن به 7 نفر. پاور لول سوپاشون خیلی واضحه و مشخصه، کمتر از گروه 7ه. اما اصلا دلیل نمیدونم کسی که دبویز رو دیده نره سراغ این سریال. اینم بگم که احتمالا فصل بعد دبویز هم بعد از آخرین قسمت همین سریال بیاد. و برای اونایی که دبویز رو ندیدن، این افراد به دو دسته تقسیم میشن از نظر من. یه سری افراد که میگن که آقا اصلا دنیاش چطوریه، بریم سراغش، نریم سراغش. یه سری هم هستن که میگن آقا بدون دیدن دبویز میتونیم ببینیمش یا نه. برای دسته اول، من تو ویدیو معرفی هم گفتم یه سری سوپر هیروان، این قهرمانای مارول و دی سی، این مردنگه بودی، این سوپرمن و و و و، اما در واقع سوپر پاورشون سوء استفاده میکنن. خب شاید بگید فرقشون با ویلن چیه؟ فرقش اینه که مردم عادی اینو نمیدونن. وزیر سایه سازمانی به نام وات کار میکنن که اونا جنبه تبلیغاتی این سوپا دستشون و ازشون پول در میارن. بعدوان همونان که گندکاری اینا رو میپیشونن، نمیذارن که کریرشون خراب شه. حالا دنیای جن وی با توجه به روند پیشرفت دبوز یه خورده جدیدتره. با کسایی روبرویم که در حال شناخت و کنترل قدرتاشون تو دانشگاهن و اونا شاید پدرشون بدونن، اما خودشون نمیدونن که همچین کثافتکاریای پشت پرده صورت میگیره. اونا در واقع روی اکثرشون پیوستن به گروه 7ه، ولی توی این اسپین‌آف مثل همون سازمان وات توی جامعه کوچیکتری یکی به نام شتی که دانشگاه دستشه و این عوامل با سوپرپاوری نداره یه سری گندکاریا داره. سری جواب دست دوم بدم تا حوصله کسایی که برای ریویوی پنج قسمت اومدن سر نه. بله دوست عزیزم، بدون دیدن دبویز هم میتونی بری برای دیدن این سریال. یه سری نکات مثبت داره که دبویز نداره، مثل متنوع‌تر بودن قدرت‌ها و جدید بودنشون. یه سری نکات مثبت هم دبویز داره که این نداره، که مورد دبویز نکات مثبتش خیلی بیشتره. یعنی حد بگم که من این رگنار و وایکینگ با بوشر توی دبویز حال کردم. قطعاً اعضای هفتو به خوبی کسایی که دبویز رو دیدن نمیشناسی، پس وقتی که بهشون اشاره میشه شناختی ازشون نداری، یه پوستری ازشون میاد یا تو تلویزیون نشون داده میشن، نمیدونی چقدر بزرگتر دنیای دبویز. ولی اگه مثل من علاقه داری همیشه جدیدتر رو ببینی یا وقت و حوصله‌شو نداری بشینی سه فصل قبل این یه فصل اسپین‌آف ببینی، برو سراغ همین جنوی. اگه وقت نداری به هیچ وجه نری سراغ دبویزا، چون اگه ازش خوشت بیاد نمیتونی بگی یه فصلشو میبینم با این دنیا آشنا میشم بعد میرم سراغ این اسپین‌آف. روش خوبیه، اما اگه ازش خوشت بیاد تا آخرش قطعا میری، یعنی سه فصلو میبینی و به خود میبینی چهار فصل سریال دیدی برای یه فصل. و اما چه کسایی ممکنه که همون قسمت‌های اول یا همون قسمت اول دست بکشن از سریال؟ یک، اونایی که با صحنه‌های سکسی مشکل دارن، اونایی که فانتزی‌ها رو درک نمی‌کنن، بعضی مهم‌تر اونایی که چندششون میشه. دو، اونایی که کیفیت صحنه‌های اکشن براشون مهمه. خب طبیعیه، سریاله، نمیتونن به اندازه فیلم‌های سینمایی مارول و دی سی برای هر قسمتش وقت بذارن و خرج کنن. سه، اونایی که نمیتونن کنایه سیاسی شو درک کنن شاید. و در آخر یعنی دسته چهارم، بازم اونایی که وسواسین، چندششون میشه. صحنه‌ای بکش بکشش میتونه خیلی ریل و واقعی باشه و خوشونت سریال خیلی باد است. بریم برای مرور سریال. فقط بگم از اینجا به بعد با اسپویل حمله. سریال خیلی خوب عمل کرده تا اینجا. این و لوکی که البته در حد لوکی نیست، ولی خب دقیقاً هر دو تاشون سریالایی بودن که ما تو امسال نیاز داشتیم. ما تو تیزر سریال و از همون اول تو اخبار دیدیم و شنیدیم که سولجر بوی هم تو سریال قرار حضور داشته باشه و خبر خوش اینه که سولجر بوی تو قسمت 6 میاد. حالا دقیقاً نمیدونم چطوری، احتمالاً طبق تایملاین سریال جوری باشه که سولجر بوی اصلا فریز شده باشه. نمیدونم چجوری قرار ورود کنه به سریال، اما حدسم اینه که همین شتی یه افتضاحیه
مرضی ریخته که این پیداش میشه. و خب حدس خیلی خفنی هم نیست، کل چالش سریال درباره همینه و شخصیت سم. سمی که به اندازه 7 نفر قدرتمنده اما یه زندانیه که روش آزمایش میشه. سریال شخصیت‌ها و پاوراشون جدید و متفاوت‌تر از دبویزه. اصلا همین تفاوتشه که باعث جذابیتش میشه. اون جذابیت خاص خودشو داره نسبت به مارول و دی سی. قدرت عجیب مری مورو، البته اسمش یکم قدیمی و کلیشه‌ای. ما تو هر قسمت یک کاربرد متفاوت از این دختر میبینیم. اول مثل ساب زیرو که آبو یخ میکرد، این خون رو طوری کنترل میکرد که آسیب بزنه به دیگران و خراش ایجاد کنه. بعدم با ترکوندن یکی اون پسره فهمیدیم که مثل ویکتوریا نیومن میتونه یه آدمو یا کل یه جمع رو ترکونه و همون خون را بندازه. شاید سریال یکم تو ارتباط عاطفی که ایجاد میکنه ضعف داره. یعنی درام داستان بوچر و خانواده‌اش، هوملنده و کلن شخصیت‌های دبویز خیلی قوی تر بود و احساسی تر بود. اینجا یه دختری داریم که با اولین پریودش قدرتش رو تشخیص میده و مامانش که بابت بزرگ شدن دخترش خوشحال و اشتباه هم میکشه و همینطور پدرش و میخواد خودش رو به خواهرش ثابت کنه که حلال نیست بارستن به 7 نفر. اما خبری نمیشه از خواهرش تو این 5 قسمت و جالبه که دختر اصلا برش مهم نیست که خانوادهش اونو یه ابزار دیدن. یعنی اگه خانوادهش بهش مادر رو تذریق نمیکردن الان سوپاور نداشت. فاندو یه بازیگر جدید خیلی خوبه. باید دید قدرتش تا چه حد میتونه باشه. آیا میتونه علاوه بر بیلو کلنگ ماشین و چیزای دیگه هم بلند کنه؟ کیس هم که مشخص شد که سرکرده یه شتی بود و برای دانشگاه کار میکرد. ریویل بزرگ کار کیت بود. بنگاری رابطش با لوک هم رابطه کاری بود. یعنی به خاطر کنترل کردنش بود و دستور دانشگاه بود. برخلافش وقتی آنجل رو که راه بودز رو پیدا کرده بود نجاتش میده، انگاری رابطش با آنجل احساسی تره. اینکه خودش یکی از علتهای خودکشی لوک بود و بعدش انقدر سریع با آنجل رفت تو رابطه و اصلا اینکه یو همشو لو داد به آنجل و گذاشت که همه چی یادش بیاد مهر تاییدی بر این مسئله. کیت با توجه به روند دبویز قاعدتا نباید بعد پشیمونیش اتفاقی بیفته، اما من میگم برمیگرده ساید خوب داستان و به بچه ها کمک میکنه. میمون هم یه آپدیت جدید از قدرتاش دیدیم، میتونه اشیا چیزای اضافه تو بدن رو تشخیص بده. قاعدتا همینطوری میتونه بیماریهای یه فرد از جمله سرطان رو هم تشخیص بده. پس یه نکته مهم اینه که میتونه همینطوری ویروس رو وارد بدن کنه. قطعا به خاطر همینه که اون دکتر گفتش که این دختر رو میخوام. اصلا کار آمازون خیلی خفن بود. قسمت 4 رو یه جوری تموم کرد که خودش مجبور شد توییت بزنه و جواب مخاطبا رو بده و بگه آقا منتظر قسمت 5 بمونید، اونجا جواب همه چیزو میگیری. و قسمت 5 به نظرم خفن ترین قسمت بود، مخصوصا ارسیک شدن شخصیت ها برای سم. واقعا یه اکشن متفاوتی بود که همین کارا، همین بینی‌سازی ها و خلاقیت در محدودیت این دنیاست که برام جذابش میکنه. چیزی که یکم طنزم بود، اما خب امیدوارم تو اکشن های بعدی واقعیشو نشون بدن تا بهتر قدرت سمو درک کنیم و سریال اون اصالت خشنش رو حفظ کنه. نمیدونم چیکار کردم با این سم بیچاره. این اگه اختلالش نبود میتونست تو 7 باشه واقعا. به اندازه همونو باز داداشش لوک که قرار بود برای 7 انتخاب بشه واضحه که قدرتمندتره. وقتی گولا رو نشون میدن که به سمتش میاد، گولا به شکل پاپ کورنه، یعنی پس زده گلوله است. یکی از دلایل مهم که میگم کیت فقط رابطش با لوک به خاطر کارش بود همینه. سم تو قسمت 4 برمیگرده به کیت میگه که اگه دستی شده در بیاری دستاتو میترکونم. و سم تنها کسی که تو اون رفت حافظش رو از دست نمیده و البته خود کیت هم که خب بدیهیه. کیت یکم قدرتاش هنوز واسه من روشن نشده، جان افتاده. البته خب واضحه که فشار زیادی رو وقت استفاده از قدرتاش تحمل میکنه، چشاش خون میاد، ولی تا جایی که فهمیدم قدرت حذف حجم زیادی از خاطرات از حافظه رو نداره و فقط در این حده که فراموش کن، این چند روز رو فراموش کن یا خاطرات مربوط به فلان چیز رو فراموش کن، که خب خیلی هم موفق نیست توی اینکه دقیق همه چیز رو از ذهن درباره یه موضوع حذف کنه. در مورد شتی که نقش روانشناس بچه دانشگاه رو داره، خب معلومه که همه چی دستشه، گنکاری هم دستشه و سوپر پاوری هم نداره. اما یه توری خوندم که توش میگفت شاید هم با هم زدن نوشیدن و چاییش وقت مکالمه این سوپر پاور رو داره که طرف مقابلش رو قانع و راضی کنه. حالا اصلا نمیدونم چقدر درسته. بگذریم. صحنه جنسی فیلم بعضی جای کمی اضافه است. بعضی هم خب کنایه داره به سمت مشکلات خاصی که وجود داره. یعنی انگاری یه سکس ادویکیشنی بوده که عوامل شجاعت لازم رو نداشتن و یا نخواستن خیلی روند سریال رو از روند اصلی داستان دور کنن. سریالم که خب کنایه سیاسی خیلی داره با یه فرم دیگه‌ای. شاید از دبویز قابلیت تطبیق بیشتری داره موقعیتش با زندگی واقعی و در کل آره دیگه تو فرم خودش اون محتوا اون کنایه‌هاش رو حفظ کرده. از شخصیتایی که من خوشم اومد ازشون جردن لیه
ایه، چالش های خاص جالب خودشو داره. ماوریک اگه اشتباه نکنم اون پسری که نامری میشه، با همه کارهای عجیب غریبش که اصلا دوست ندارم ریز بشم سرش رو بررسیش کنم، تو صحبت با جردن لی به این اشاره میکنه که مرد و زن بودن یه چیز اجتماعیه، یه قرارداد و انسان جنسیت نداره. این خیلی جالب بود. احتمالاً وجود داره که احتمالاً اینا دانشگاه تا آخر سیال کلاً نابود کنن. البته شاید هم نکنن. حالا ببینیم تا آخر سیال چی میشه. شما هم نکاتتون رو با هم به اشتراک بذارید. ممنونم که تا اینجای ویدیو رو دیدید. اگه چیزی رو جا انداختم با هم در میون بذارید. نکاتتون رو بگید و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.